در پی آتش زدن قرآن کریم در کشور سوئد کاردار این کشور در تهران به وزارت خارجه ایران و کاردار این کشور در بغداد به وزارت خارجه عراق فراخوانده شدند این اولین باری نیست که در اروپا یک فرد افراطی به قرآن کریم اهانت کرده اما در موارد گذشته نیز با واکنش شدید مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده و در نهایت کشور مطبوع فرد توهین کننده به ناچار از همه مسلمانان جهان عذرخواهی کرده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد در پی حوادث چند روز اخیر در سوئد که با آتش زدن یک جل کلام الله مجید توسط راسموس پالدون رهبر یک فرقه راست افراطی در شهر رینکوپینگ همراه بود کاردار سوئد در تهران در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به اقدام موهن فرد یاد شده که متاسفانه به بهانه آزادی بیان با حمایت پلیس سوئد صورت گرفت به وی ابلاغ شد وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن این اقدام حتی در ماه عظیم رمضان مسئولیت دولت سوئد در این باره را متذکر گردید و خواستار اقدام فوری و قاطع دولت این کشور برای پایان بخشیدن به جسارت به ساحت قرآن کریم و تضمین عدم تکرار آن در آینده شد. وزارت خارجه ایران توهین به مقدسات بیش از دو میلیارد مسلمان جهان و جریه دار کردن احساسات آنان را بدترین سوء استفاده متصور از آزادی بیان دانست و اعلام کرد که این حادثه تاسف بار که تحت حفاظت پلیس سوئد انجام شده تصور سوئد را نزد مسلمانان جهان مخدوش می کند. از سوی دیگر وزارت خارجه عراق اعلام کرد که کاردار سفارت سوئد در بغداد را در اعتراض نسبت به سوزاندن قرآن کریم فراخوانده و مراتب اعتراض عراق را تسلیم وی کرده است وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد حاکان روس کاردار سفارت سوئد در بغداد به این وزارتخانه احضار و اعتراض دولت عراق به دلیل سوزاندن قرآن کریم توسط گروهی از افراد گرایان به رهبری راسموس بالودان که اقدامی تحریک آمیز علیه احساسات مسلمانان و توهین بسیار حساس به مقدسات آنها تلقی می شود به وی ابلاغ شد وزارت خارجه عراق با بیان اینکه چنین عملی مغایر با اصول انسانیت و متناقض با ابتدایی ترین مستک مذهب دیگر است هشدار داد که این موضوع عواقب جدی بر روابط سوئد با کل مسلمانان اهم از کشورهای اسلامی و عربی و یا در جوامع مسلمان در اروپا دارد وزارت خارجه عراق از دولت سوئد خواست تا هر گونه اعمالی که موجب تحریک احساسات مذهبی به ویژه اقداماتی که بر مقدسات اسلامی تاثیر میگذارد را متوقف کند روز جمعه گذشته یک گروه از جریان راست افراطی در سوئد یک جلد قرآن کریم را به آتش کشیدند که به دنبال آن و بی‌حرمتی و جسارت نسبت به قرآن شهر مالمو در این کشور را ناآرام کرد